درخشش و تفسیر خبرهای روز. امشب مناسبات ایران با کشورهای امریکای لاتین، واکنش آیت الله خامنه ای نسبت به استراتژی هسته‌ای امریکا و مانورهای جنگی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس و همچنین ایمیل ها و نظرات شما. newstalk@voanews.com. مهمانان امشب هایمی دربلوم، رئیس مرکز مطالعات امریکای لاتین در مؤسسه هدسون در واشنگتن، در استودیو خانم شیرین عبادی، حقوقدان از بریتانیا، و مهرداد خونساری، عضو مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن، و در ادامه برنامه رحیم رشیدی، یک روزنامه‌نگار کرد از پاریس. بخش دیگری از تفسیر خبر و خبری دیگر از ایران. وزیر کشور ایران دیروز در سنندج از شناسایی و دستگیری یک گروه تروریستی توسط نیروهای امنیتی خبر داد و برای آگاهی از جزئیات بیشتر و از جزئیات امر یک گفتگوی تلفنی داریم با آقای رحیم رشیدی، یک روزنامه‌نگار مقیم پاریس روی خط تلفنی ما هستند. با سلام بر شما آقای رشیدی. درود بر شما خانم درخشش. وزیر کشور افراد دستگیر شده رو وابسته به جریان‌های سلفی و وهابی و گروه های مثل پژاک و کمیله خانده. شما چی فکر میکنید؟ تعبیر شما چیست از صحبت های ایشون؟ بله، دیروز مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی در فرودگاه شهر سنندج مرکز استان کردستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از دستگیری یک گروه تروریستی به گفته ایشان در استان نامبرده و غرب کشور خبر داد. گویا این گروه برای انجام عملیات خرابکارانه در استان کردستان و تهران وارد منطقه شده بودند، ولی این مقام جمهوری اسلامی اشاره ای نکرد که این گروه از طریق مرز کدام کشور وارد خاک ایران شدند. قابل توجه است که وزیر کشور جمهوری اسلامی از متلاشی شدن گروه های وهابی و سلفی اسلامگرا توسط سربازان گمنام امام زمان سخن گفت. این در حالی است که ادعاهای مبنی بر این که رژیم ایران به تقویت، کمک و پشتیبانی چنین گروه های متهم است وجود دارد. این گروه ها در کشورهایی چون عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین و غیره می دانیم که دست به ترور و خرابکاری می زنند. بارها به صورت علنی از جمهوری اسلامی خواسته شده که دست از چنین اقداماتی غیر مسئولانه بردارد. بله. از سوی دیگه خانم درخشش، می دونیم که جمهوری اسلامی امکانات مادی و لوجستیکی در اختیار گروه تروریستی جندل اسلام می گذارد که یک گروه تندرو سنی مذهب است و بر علیه منافع مردم کرد و آمریکا در منطقه تلاش می کند و پایگاه های این گروه بعد از سرنگونی حکومت بعث در سال 2003 از سوی کردها و آمریکایی ها در اطراف شهر حلبجه مورد حمله قرار گرفت. بله. و آقای رشیدی، چرا فکر می کنید که به هر حال دولت جمهوری اسلامی مرتبا سعی می کنه که اپوزیسیون کرد رو ارتباط بده با گروه های تروریستی؟ شایان ذکر، از نیمه دوم ماه سپتامبر پارسال به این سو ترورهای متعددی در سنندج صورت گرفت که می دانیم بر اثر آن تنی چند از قضات و مسئولین و روحانیون محلی پی در پی کشته یا مجروح شدند. با توجه به سخنان مقامات امنیتی رژیم که مدام از اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی خود در این استان حرف می زنند، تردیدهای زیادی برای مردم وجود دارد که این ترورها به دست نهاد و ارگانهای خود رژیم صورت می پذیره. از سوی دیگر، از آذر ماه پارسال به این سو رژیم با پخش برنامه‌هایی چون دیار و نادیار به معنی آشکار و پنهان و روزشمار ترور در کردستان و تقویم ترور در رسانه‌های خود سعی بر آن داشته است که جنبش مردم کرد در ایران را به عملکردهای تروریستی متهم کند. این در حالی است که جنبش دموکراتیکی کرد در ایران خود را قربانی ترور دولتی جمهوری اسلامی می شمارد و ترور را عمل کردی قبیح و ضد موازین بین المللی و آرمانهای دموکراتیک خود ارزیابی می کند و اعلام می دارند که همواره از به کار بردن چنین راهکارهای دوری جستند. بله، سپاسگزارم آقای رحیم رشیدی، خبرنگار در روزنامه‌نگار در پاریس. متشکرم.